از موج چشم باران شد قرق اینجا ای آقا ای مولا ای مولا علی احساس از ضرورت قدیر است به این معنا که هر پیغمبری احتیاج به جانشین دارد باید قبل از وفاتش جانشین خودش را معرفی کند به جامعه به مردمش به پیروانش و پیامبر اسلام هم از این قانون مستثنا نبوده است قبل از وفاتش به هفتاد تا هشتاد روز که اختلاف است مردم را در ملع عام در حجت الوداع جمع کرد و جانشین خودش رو به مردم معرفی کرده از قرآن و روایات استفاده می شود که پیامبر اسلام علم غیب داشته است یکی از مسادق علم غیبش این که او از آینده امتش اتفاقاتی که بعد از وفاتش می افتد اطلاع داشته است از آیات قرآن استفاده می شود که پیامبر اسلام علم غیب داشته است به طور کلی هم در مسائل دینی شرعی و هم در مسائل خارجی عالب مماکان و ما یکون و ما هو کائن بوده است گرچه از مجموعی از آیات استفاده می شود که علم غیب منحصر به خداوند متعال است قرآن می و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو کلیدهای غیب دست خداست علم غیب رو بالاصاله خدا میداند اما یک آیه است که مجموعین این آیاتی که علم غیب رو محصور میکند در خداوند متعال اون آیات رو تخصیص میزند قرآن کریم میفرماد عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول خدا عالم الغیب است مطلع نمی سازد بر غیبش احدی را مگر اون کسانی که مورد رضایتش باشند که یکی از اونها حالا اگه من تبیینیه باشد یا تبعیزیه هر کدوم باشد یکی از مصادیق کسانی که علم غیب دارند پیامبر است الا من ارتضا من رسول پس طبق این آیه پیغمبر علم غیب دارد جمع بین آیات مربوط به علم غیب چیه؟ اون آیاتی که محصور میکند علم غیب رو به خداوند متعال و اون آیی که علم غیب رو به پیغمبرم نسبت میده اینه علم غیب بالاصال برای خداوند متعال است و به هر کسی که بخواهد میدهد از جانب خداوند متعال این یک مطلب پس از قرآن استفاده می شود پیغمبر علم غیب دارد یکی از مصادیق غیب اطلاع از آینده امتشه و ما میدانیم که بعد از وفات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چه اتفاقاتی افتاد اختلافاتی افتاد سر مسئله خلافت و جانشینی پیامبر دو خط پیدا شدند که دو خط بارزش یک خط شیعه امامیه و خط دیگرش خط اهل سنت است دیدگاه ها مختلف راه برای رسیدن به سنت واقعی پیامبر و حقیقت قرآن دو راه مطرح شد مذاهب پیدا شد یکی از روایات حدیث افتراغ است که متواتر معنوی دونستن این حدیث رو در کتب سنی و شیعه آمده ترمزی نقد کرده ابن بانجه هم نقد کرده در مصادر شیعه هم آمده پیغمبر فرمود لتفترقن امتی علا ثلاث و سبعین فرقه هر آینه به طور حتم امتم متفرق میشن بر هفتاد و سه فرقه واحدتون فی الجنه و سنتان و سبعون فی النار یک فرقه در بهشتن هفتاد و دو فرقه در نارند اشاره دارد به مسئله اختلاف امت شروع اختلاف از بعد از زمان حیات پیغمبر است پس پیغمبر از اختلافی که در امتش که عمده اختلاف سر مسئله رهبری و جانشینی اوست آگاه بوده است ادی از علمای اهل سنت این حدیث رو تصحیح کرده اند و صحیح می مناوی در فیض القدیرش حاکم نیشابوری در مستدرکش زهبی در تلخیص المستدرکش و ناصر الدین محمد ناصر الدین البانی در سلسله الاحادیث صحیح این حدیث رو تصحیح کرده است روایت دوم که ازش استفاده می شود پیغمبر از اختلافی که بعد از او در امتش بر سر مسئله خلافت افتاده است آگاه بوده است عقبت ابن عامر از پیغمبر نقل کرده است این رو بخاری نقل می کند که پیغمبر فرمود انی فرتکم و انا شهید علیکم من پیشتاز شما در روز قیامت هستم و بر شما شاهدم انی والله لانظر الی حوضی معروف به احادیث الحوض بخاری در چند باب نقل کرده در باب الحوض نقل کرده انی والله لانظر الى حوضی من نظر به حوض کوسرم می اندازم الان الان ناظر به اون زمانم و انی قد اوتی تو خزائن مفاتیح الارض به من داده شد عطا شد کلیدهای خزینه های زمین و انی والله ما اخاف بعدی ان تشرکو من نمی ترسم که بعد از من مشرک شوید اینکه وهابیا دایی این دارند خوف این دارند که شرک بارز گشته است هی میگن مشرک کافر پیغمبر میفرماد من خوف از این ندارم که بعد از من کسی تو شرک بیفتد ولکن اخاف و ان تنافسو فیها تنافس یعنی نزاع یعنی اختلاف کشمکش پیغمبر از کشمکش و اختلاف بین امتش خوف داشته است اختلاف از بعد از پیغمبر شروع شد سر مسئله خلافت پس پیغمبر از مسئله این اختلاف در خلافت آگاهی داشته است